سالیان سال کیمیاگران برای به دست آوردن طلا از اشیاء بی ارزش در تلاشی بیهوده کوشیدند، غافل از اینکه راز طلای واقعی در خاک سرزمین افسانه های کهن نهفته است. کیمیا. سیستان و بلوچستان از مهمترین مراکز تولید انواع گوشت در ایرانه. اینجا با اقلیم گسترده و تنوع گونه‌های گیاهی و جانوریش در شمال و مرکز و جنوب استان انواع مایحتاج سفره‌های رنگارنگ ایرانی رو پوشش میده. از تولید انواع گوشت قرمز و سفید گرفته تا صید ماهی توی آب‌های مواج دریای عمان و اقیانوس هند. البته تو این میون خاله هم بیکار نشسته و سعی کرده تو این عرصه هم فعال و تاثیرگذار باشه. باور کن من تو اینا دارم راه میرم، میگم دنیا مال منه، من هیچی نمیخوام، خدای خودم و همین زحمت کشیم، هیچی دیگه نمیخوام. هیچ وقت شده با اینا حرفم بزنی؟ بله، تنها که هستم دعا میکنم زیاد، تنها که هستم میگم پروردگارا ممنونم از لطفت، از کرمت به من این توان رو دادی که من یه همچی کاری کنم، به من این عقلو دادی که من یه همچی زحمتی بکشم. با خاله راجع به غذاهای متنوع این منطقه صحبت کردیم. اون منو به خانم دهمیری معرفی کرد تا یه غذای معروف بلوچی به نام حتول انالی رو برام درست کنم. خانم دهمیری چی می‌خواید درست کنید برام؟ ببین ما یه غذا محلی داریم به اسم حتوک اناری. حتوک؟ آره، حتوک اناری که باز معادل فارسیش میشه همون خورشت اناری. خورشت اناری یا خورشت انار. ما برای اون حتوک اناریمون پیاز نیاز داریم، بعد گوشت و گشنیز تازه میخواییم. گوشت چی؟ گوشت گوسفندی استفاده میکنیم. ببین ادویه هم شامل زنجفیل میشه. خب زنجفیل بعد به اضافه همون زنجبیله دیگه. آره خوب. گشنیز و بعد الان این زنجبیله رو من ببینم. من زنجبیل جاله. من آره من از زنجبیلش به صورت تازه استفاده میکنم که همون موقع یه روب مونده با آخر این یکم... تازه است دیگه. آره. من ندیده بودم اون اناره، این آبگوشت اناریه دیگه. اناره چجوریه؟ انار رو میکنی؟ ببین انار تازه رو مثلا ترشش رو میگیرن. چی میکنن؟ میذارن تو موقع که دونش کردن میذارن تو آفتاب خشک میشه. خب انار ترش رو؟ آره. حتما باید ترش باشه. آره حتما باید ترش باشه، اگه نه غذا حالت شیرینی پیدا میکنه. بعد اونو خشکش که کردن خشک شده شو حالا میان مثلا چقدر طول میکشه که خشک شه؟ اصولا دو روز سه روز میذارن تو آفتاب. خب اینو آره اینو مثلا خوش شده حالا مثلا تو خونه نگهداری میکنم. این اناردون خوش شده است خب که باز مثلا به خاطر اینکه چی بشه در کارمون انجام بشه ما آسیاب شده شون که تو از گوشش چی نمونده ها. چی چرا این دونش خاصیت داره؟ آره نه خب هم از این چیزای دور برش هم که هست میبینی حالت مثلا قرمزی میشه، قهوه‌ای رنگ پیدا کرده، از این بیشتر مثلا استفاده میشه. بعد مغز چی انارم که چی شده خوش شده باز از اونم استفاده میشه. ها این اینه. الان این آسیاب شده همون انار دونه که میخوام استفاده بکنیم. روغن محلی استفاده میکنین شما؟ نه از روغن نباتی استفاده میکنم. پس مهم نیستش که روغنش چی باشه. خانم دهمیری از چند سالگی آشپزی رو شروع کردی؟ فکر کنم از
8 سالگی دیگه مامانم کم کم این فوتوفن و آشپزی رو بهم یاد دادن دیگه، چون دختر بلوش بود از همون بچگی این چیزا رو یاد بگیره. آره اینو فهمیدم. آره. چند سالگی ازدواج کردی؟ 12 سالگی. چون موقع دختر بلوش مثلا اینجوری بهت میگم یه حالت سنت داشت، ولی خب الان یکم کم رنگ تر شده، ولی اون موقع ما دیگه آره الان دیگه پیازش پخته است، وقتشه که گوشتش رو بیاریم برسیم. گوشت رو اضافه میکنیم. گوشت رو خیلی باید تفت بدیم؟ آره دیگه تا یکم حالت نیمپس پیدا بکنه. چرا شما اینقدر غذاهاتون تنده؟ ببین اصولا میگه اونا که فلفل میخورن یه جوره خوش اخلاق ترن، مثلا هندی ها رو خوش اخلاق ترن. من خیلی خوش اخلاقم اما اصلا دوست ندارم. از جمعه من خودتون زدم من به خوش اخلاقی هم نجایتن. اینجا چون بیشتر گوشت استفاده میشه، بعد مثلا گوشت خب خود به خود مثلا اون بخاطر کلسترول این مسئله دیگه هم هست. مثلا باز بعضی از این ادویه ها اون چربیه که تو گوشت هست خونسا میکنه. الان زردچوبه هم یکم اضافه کنیم بخاطر خوش رنگی. اینا هم این سیر و فلفل رو بعد آخر سر می‌ریزیم که طعم و بوش حفظ بشه. بخاطر ببین این ترکیبی از زیره سبز و گشنیز و یکم مثلا دارچینه. چه جالب، این خیلی نکته جالبیه. پس این فقط زردچوبه رو ما اول بریزیم؟ زردچوبه رو اول می‌ریزیم رنگ خودش. اگه اینو اول بریزیم، من فکر می‌کردم این همیشه باید قرمز. نه این اگه اول بریزیم، اولا ادویه با این روغن سوخته میشه، طعم خودش رو از دست میده، بعد یه سیاهی هم بعد به خورشتمون میده. به خاطر این چقدر گنده است این. اینو میگیم؟ آره. خب ببین اینو از قسمت‌های چیرون گوسفند استفاده می‌کنم به خاطر اینکه استخونم داره، بعد اون شیره واسه طرفدار زیادی هم داره. آره طرفدار زیادی هم داره، یه جوری بهش میگم بون. اینو دیگه جلو آره اینو اصولاً روی مرد خونه یا بزرگای خونه می‌ذارم. این رو می‌زن، یعنی این گوشتی هم که شما دارید می‌ریزید قشنگ مشخصه قراره قراره بخوره. آره دیگه اینو اصولاً آقایون مرد خونه. چی بعد اضافه بکنین؟ الان این باز چوبه که تف خور بعد الان فکر کنم آماده شد. آره الان دیگه یه 2 لیوان آبش اضافه میکنیم که یکم گوشت حالت نیمه گرم باید باشه یا سرد؟ نه آب معمولی، آب ولرم شیر استفاده میکنیم، مشکلی فرق نمیکنه. نه خب این درش رو باید ببندم؟ آره دیگه درش رو میبندیم تا یکم گوشت حالت نیم پخت پیدا بکنه، بعد بقیه مکانیکات رو بشه. شهرت غذاهای این منطقه به خاطر استفاده از ادویه‌های متنوعشه. برای همینم من رفتم پیش آقای جعفری تا راجع به اونا بیشتر برام توضیح بده. انار از بهترین میوه هاست. حتی من شنیدم میگن انار میوه بهشتی است. انار خوردنش مخصوصا انار ترش، البته خیلی ترش اون اوائلش وقتی انار، الان فصل انار هست، انار ترش خون رو رقیق میکنه. یعنی اگر کسی غلظت خون داشته باشه و انار بخوره، این در رقیق شدن خون مؤثر هست. ترش مزگیش باعث میشه که تو غذا وقتی شما میریزید حالت ترشی رو استفاده میکنه. شما سر غذا ترشی استفاده میکنه، ولی وقتی این انار داخل غذا باشه خود به خود ترشمزه و قشنگ خوردنش لذیذ هست. اینجا اناردان میگن، یعنی انار ترش رو میان دون میکنن میذارن خشک میشه، بعد اینو توی غذا ازش استفاده میشه، میگن اناردان. زنجفیل مخصوصا زنجفیل پرورده برای استخون درد، برای دردهای مفاصل و اینا بسیار بسیار مؤثر است. حتی اگر کسی سرفه میکنه، سرفه خشک میکنه، یه ذره زنجفیل، البته پودر شدش، یه ذره بخوره سرفهش متوقف میشه. خیلی خوشگله این لباستون. قابلی نداره، چشماتون قشنگ میبینه. متشکرم، برازنده خودتونه. این اسمش چیه؟ به این میگن نقشش پرکار. این نه پرکار نقشش. آره. بهش میگن تاووس.
دوختش اسمش چقدر تابوسه. جالب. بعد این خیلی زحمت داره نه؟ همش کار دسته. آخه ببین آره. حتی یه میلیمترش هم بدون دوخت نیست. خب این کلن با تار و پود پارچه آه. دوخته میشه. بعد اینا رو همش هم تو روز باید بدوزن. شب نمیشه اصلا اینو دوخت چون زیر نور لامپ اصلا یه برق خاصی میزنه. انگار که کار خب همین ببین این مثلا یه کار استادکارای ماهره مثلا همه هم نمیتونن این کارو انجام بدن. مثلا هر دوخت اینجا تو بلوچستان ما دوختای متفاوت داریم که باز مثلا هر دوختشو استادکارا خاص خودشو داره. احسن زنده باشن. بریم بقیه غذامون رو درست کنیم. چیکار باید بکنیم الان؟ الان میتونیم گشنیز رو در این فاصله هم خرد بکنیم. گشنیز. من گشنیز رو دارم. تقریبا. بعد اینو اضافه بکنیم به غذا؟ الان نه. خردش میکنیم تقریبا موقع که آب گوشتمون خشک شد بعد ربع گشنیز اینا رو بهش اضافه. این سراغمون خورشته که فکر کنم سوخته باشه. این روغن الان چرا داریم باز میکنیم؟ اینو به خاطر رب، روغن یکم تف... چی رب رب رو میخواییم جدا سرخ کنیم؟ آره به خاطر که تیزی رب گرفته بشه. خب یکی دیگه رب اینجوری موقع که تفتش میدی حالت قرمزی خودشو خیلی خوب حفظ میکنه. چه جالب خودشو خیلی خوش رنگتر نشون میده. بعد هم موقعی هم جا بیفته زودتر به روغن میفته. این هم فکر کنم آماده شده ها. آره دیگه الان آره الان دیگه آماده است. دیگه الان موقعش بقیه مخلفات هم بشه. اون رو روبه رو اضافه میکنیم بعدش چیکار میکنیم؟ بعد اناردانو که داریم خب میخیسونیم تو آب. بعد آبش رو میگیریم از صافی. چرا میخیسونی توی آب اونو؟ خب به خاطر اینکه اون ترشی انار رو دیگه بگیریم بعد اون هستاش هم جدا بکنیم ازش. اینو اگر هستاش رو بگیریم که چیزی نمیمونه. خب نه ببین موقعی که ما اینو تو آب میخیسونیم قشنگ اون به اصطلاح اناردونه مزه خودش رو با آب پس میده. فقط تنها چیزی که ازش میمونه هست. آها اون آب رو بعد میریزیم. آره آب رو بعد به خورشتمون اضافه میکنیم. خب من یکم از گشنیزم بیارم. رنگش موندا. درست بود طرف شما. حالا ما یکم از گشنیزمون رو میریزیم الان بخاطر اینکه گوشتمون هم یکم تم بگیره یه مقدارش رو میذاریم واسه آخر. فلفل لمامون دیگه الان باید اضافه بکنم. ادویه ها رو؟ نه فلفل تازه‌مون که دارم. من الان فلفل هایی هم که دارم خب دوتا شیار بهشون بدم و حالا ما اینم به خورشتمون اضافه بکنیم که قشنگ عطر و بوی خودش رو به غذامون بده. بعد سیرم من دیدم سیر رو که اضافه میکنی. سیرم تقریبا دیگه چند دقیقه دیگه اضافه میکنی. خب این سیر رو به خاطر چی داریم میریزیم ما؟ ببین هم خاصیت ضد عفونی کنندگی داره هم به خاطر اون چی طعمش که به غذا میده بو و عطر آره بو عطر که داره بعد چی میکنیم به غذا اضافه میکنیم. خب دیگه چی مونده که باید اضافه بشه؟ یکم از ادویه‌اش رو میریزم که گوشتم همچنین بوی سارش گرفته بشه. لازم اینو دیر سر ریختیم به خاطر اینکه رنگ غذا رو تیره نکنه. آره بعد نمک هم الان میریزم. اون موقع اگه میریختم گوشتم هم دیرتر میپخت هم گوشت رو یکم سفت میکنه. خب الان درش رو ببندیم. آره دیگه الان درش رو ببندیم. ما تا اون موقعی یکم غول بخوره با چیش تف بخورم با هم دیگه انارمون رو بخیسونیم بعد به خورشتمون اضافه بکنیم. خیلی باید خورشه؟ نه به اندازه یکی دو سانت با اون چیز ریزش چی بکنیم؟ آره با همه قسمتش چی بکنیم؟ این زنجبیله حسابی داره بوش در میاد دیگه. خب یه ذره بوش هم فرق میکنه ها. باز زنجبیله خوش شده؟ آره باز زنجبیلی که خب چون تازه است هنوز آبشو داره دیگه بخاطر این عطر و بوش قشنگ میپیچه. من هم یکم از یه انارشو بخیسونم و عطر و بوش در اومد. خب بریزم؟ آره بریزم دست یه زنجبیله چقدر کافیه؟ یکم بشه. آره دست درد نکنه. من چون هشت استفاده نکردم. حالا اون ملاقه رو باید یکم هم بزنیم که قشنگ بکشیم. خب خورد گوشتمون بره. خب یکم شما چی بکنی هم بزنیم که این قشنگ به خورد چی گوشتمون بره. بعد نه اناردونه رو هم بیارم اضافه کنیم به قسم. اناردونه که اناردونه رو اناردونه ترش خشک می‌کنیم. انار مال همین جاست. همین انار خودمون بله. اینو خشک می‌کنیم. خشک شد اینو با آسیاب میدن میسابن، خوردش می‌کنن، پودرش می‌کنن. آچار هم یه تشریفات خیلی مهمی داره با ادویه‌جات و آرد و اینا درست می‌کنن با پیاز. فکر کنم زابولیام آچار درست می‌کنن مثل ما. اینم با هم قاطی می‌کنیم تو این آب گوشتمون ساعت آخر می‌ریزیم. یه مقدار سیب هم توش میندازیم برای لای آوردنش. خیلی خوشمزه. بله. خب این اناردانمونه که آسیاب شده است. بعد الان من قشنگ تو آب خیسوندم یکم هم میزنم که همچنان حالت چی به خودش بگیره مزه خودش رو پس بده به آب نمیرسه.
من اینو رد بکنم از این ساختمون که قشنگ و هستای چی گرفته شد. خب مرحله آخر الان آب رو بعد آب اضافه میکنیم به اندازه مثلا 2-3 لیوان آب اضافه کنیم که 2-3 لیوان که مثلا قشنگ گوشتمونم بپزه خورشتمونم جا بیفته. آره خب الان یکم گشنیزمونم که مونده بود اضافه میکنیم همشو میدیدیم. آره دیگه مثلا طعم گشنیز و قشنگ آخر سکه غذا میکشیم داشته باشه. خب ببندم درشو. آره دیگه درشو ببندیم تا خورشت جا بیفته دیگه. تمومه دیگه. تمام. دستتون درد نکنه. چه رنگ و لعابی داره این. اسمش چی بود؟ آبگوشت اناری. خب نه اسم محلیش. حتاک اناری. ببینم تستش بکنم. مثل ظاهرش هست یا نه؟ فوق‌العاده است. جدی میگم خیلی خوشمزه است. خب اگه واقعا خوشمزه است پس نونو تریت کنیم با نون. نونو باید بریزیم داخل. آره چون با پلو خورده نمیشه این غذا غذای نونیه. خیلی خوشمزه. این بونه هم بر من گذاشت این آخره. آره دیگه مهمونه بیم خداست عزیز واسه. دست شما دارم. خواهش میکنم. نوشه چونتون. ممنون. این هم ترشی محلی خودتونه. آره ترشی محلی خودتونه. اسمش چیه؟ حرام. همون ترشی لیموه دیگه. آره ترشی لیموه. دست شما در نکنم. من حسابی شرمنده شدم. خواهش میکنم نوشه جونت یاروه چیه. خودت هم زحمت کشیدی کمک بودی. خب خدیجه میخوای نهار به ما چی دادی؟ من کشک بامیه ولی اسم محلیش کشک بینداست چون به بامیه میگم بیندا. بیندا؟ توی ادامه سفرم خاله یکی دیگه از خانمای بازوق بلوچستان رو به هم معرفی میکنه تا برام یه غذای پرماجرای دیگه به نام کشک و بامیه رو درست کنه. پس تا برنامه بعد مراقب خودتون باشید.